تمام عزیزان ایرانی که در هر جای دنیا زندگی میکنین یک وقت دیگر خداوند به ما داد در خدمت شما بیایم عزیزان هر کسی که در ایران ما رو میبینه در امریکا در اروپا و در جاهای دیگر ما رو میبینین لطفا یه پیامک به ما بدین که هم ما رو میبینین همین که برنامه ما خوشتون میاد نمیاد بالاخره یه نظر برای ما بدین لطفاً ممنون میم از شما که عزیزان برنامه نمای ما رو نگاه میکنین الان میدونین که ما دو هفته سه هفته است که روی ماواره هستیم برنامه رو با کارگردانی آقای یاسر عزیزم شروع میکنم به ایمان دارم که شما عزیزان نشستین و از کلام خداوند که براتون میخونیم لذت میبرین چون کلام خداوند رای زندگی است و نور زندگی است و آرامش زندگی است بیزا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت عزیزان خداوند عزیزم شک گذار و سپاس گذارم برای این وقت ای خداوند خداوند برنامه منو در کنترل خودت بگیر شکرت میکنم برای این وقتی که به من دادی قدوس از تو می ای خداوند تمام افکارم قلبم و زبانم و خداوند را تحت کنترل خودت بگیری خداوند و رو آماده بکن وقتی کلامتو میشنون ای خود دوست در قلبهاشون بشینه به تو آبیاری کنی تا بتونن خداوند در نام پر جلال خداوند تو رو بشناسن و به تو خدای زنده ایمان بیارن <تصفح> شکرت میکنم ای خداوند در نام پر جلال مسیح طلبیدم آمین خو عزیزان شمالی شما چطور این خوبین زندگی رو برای سه بارون زیادم که همش لایجون بارندگی بجورم بارندگی هر وقت نگاه کنینی که با تمام هر روزش دیده بارونه یعنی هفت روز هشت روز بارونه یه را از با بی بارونگی اور بارون زیاد حال، عزیزان اینجا واقعا بارون نمیاد الان سه ماه چهار ماه ما رنگ بارون ندیدیم بعد اینکه اگرم بیاد خیلی شدید میاد آتش سوزی هم که میدونین تو کالیفرنیا سر از جنوب تا شمالش همه آتش سوزی به خونه های زیادی خراب شده خدا رو شک دارن خیلی فعالیت میکنن که آتش خاموش کنن دو روزم باد داشتیم که این بادا بیشتر بر آتش افسودن و شدیدتر کردن آتشو به دست خداوند با همونایی باشه که دارن آتش خاموش میکنن واقعا قوتشون واقعا خداوند به اینا قوت بده که برای اینکه خیلی سخته وقتی از ساندیاگو تا سان فرانسیسکو آتش سوزی میشه بدونین چقدر هواپیما چقدر هلیکوپتر چقدر آدم داره کار میکنه که تا این آتش خاموش بکنه چون ده هزار خونه رو خالی کردن برن که مردم این بانوار بردن بیزار شعر ما رو هر هفته یه شعری براتون میخونیم بیزار شعر ما رو براتون بخونیم امیدواریم که خوشتون بیاد از این شعرهایی که ما میگیم هرچی خداوند به ما میده ما برای شما میخونیم عزیزان <applause> اسم شعر از یار خوش رو میگه گل منزل تو بودی یار خوش رو گل خوشبو تو بودی یار خوش رو <applause> زمانی در گلستان باغ بوستان تو بودی یار خوش رو دل و جان با همه خوش زیبا تو بودی یار خوش رو دلت بار محبت داشت چون دریای بخشش تو بودی یار خوش رو زلیل بودم ولی بار گناهانم تو بودی یار خوش رو مرا با این همه بار گناهان گناه برداشت از من تو بودی یار خوش رو دلم دریای غم بود ولی دریای آرامم تو بودی یار خوش رو تو با خون گران بارت گناهانم بشستی یار خوش رو همیشه ترسم همش ترسم که با مهرت جداشم یار خوش رو ولی دانم که دستت با من است ای یار خوش رو بگفتی جام بدادم بهر غمهایت که تا آزاد گردی از گناهانت یار خوش رو ولی دانم که آن میر و صفاحت همیشه با من است ای یار خوش جلال بر خداوند عیسی مسیح باد به هر حال شعر خوشتون اومده امکان ایمان دارم که خوشتون اومده خب یه ذره از ایران صحبت بکنیم ببینیم ایران چی خبر شما بگین ایران چی خبره اینقدر خبرای خوب که هرگیز نمیاد اونجا. دوست داریم که خبرهای خوش از ایران بشنویم. حقیقتا دوست داریم که خبرهای خوش بشنویم از ایران. ولی کلا ایران ما همش اخبار بد، اخبار بد، اخبار بد. حالا حکومت اخبار بد، یک طرف از ملت هم اخبار بد میاد. هایی که با هم میکنن. دختر به مادر، زن به مرد، مرد به زن. پسر به پدر اینقدر دیگه از این نامردی ها خیانت ها زیاد شد تو ایران که بعض از زنگ میزنن به این دکترا که توی مجله میخونی مثلا یه دونه مرد 85 سال داره تو امریکا از اینجا رفتی ایران برادرش یا فامیلاش گفتن آقا الان که تو زنت مرده یه زن بگیر خو یه زن بگیر آقا از ایران میخوای یه زن بیاری یه زن بگی که پنجا شست سالش باشه که یه همدمت باشه ش سالش باشه همدمت تو هشتاد پنج سالته هم بیاد امریکا هم همدمت باشه که تنها نباشی نه اینکه بری یه دختر سی پنج ساله رو بگیری خود دختر سی پنج ساله وقتی زنت میشه وقتی میخواد بیاد اینجا تو هشتاد پنج سال داری یه ذره فکر بکن که این زن که بیاد اینجا زنت میشه یا نه وقتی برسه پاش با امریکا زنت میشه یا نه آخه یه ذره آدم با فکر میره جلو وقتی فکر کار نکنه رو حوث بری جلو همین پیش میاد یه چیزایی خاره زنگ زد میگه که خاره زنگ زد به دکتوری میگه یه دکتور روانشناس میگه آقا پدرم 85 سال سن داره رفته ایران فامیلا زور یک دختر 35 ساله بهش دادن اومد توی امریکا من هم سه تا برادر مجرد دارم تو اون خونه دارن زندگی میکنن بعد از یه مدت دیگه پدره که پیش دختر جوونه دیگه با پدره نمیخوابه با پسرا که با پسرها فهمیدن که با پسرها میخوابه با هر سه تا پسرش مثلا یک شب اینجا یک شب اون یک شب اون این جور میشه که خیانت به پسر به پدر خیانت میکنه وقتی اخلاقیات از بین بره همین میشه وقتی تو میای این تو ایران بهت میگن زور یه سی پنج ساله آقا یه سی پنج ساله میخواد بیاد امریکا زن تو هشتاد پنج ساله نمیمونه خیانت هم اینجوری میشه برحال ما بایسی به خصوص تو ایران به خصوص تو ایران الان خیانت ها خیلی بسیار شده اینقدر خیانت به هم میکنن دختر به مادرش نمیدونم یه میگن که یه مادر سه تا دختر داشت ازدواج کرد سه تا دخترش بعد سه تا دخترها رفتن سر خونه و زندگی من نمیدونم مادره چقدر خوشکل بوده یا نمیدونم واقعا آدم نمیدونه چی بگه اشفگر بوده نمیدونم خوشکل بوده که از دختراش خوشکلتر بوده هر سه تا دامادا میگه عاشق مادر زنه شدن <تصفح> واقعا یک چیزای آدم میشنه من من تا حالا نشنیدم یعنی در سن سالی که خودم کردم وقتی مادر زن برای آدم مادره یعنی واقعا مثل مادر آدمه چون تو با دخترش ازدواج کردی یعنی مردم کامل برات یعنی مادرته چجوری مادر زنه با دو مادر از مادر زنه طلاق دادن اونو که با مادر زن عروسی بکنن من نمیدونم چجوری میشه هم چیزی که ستا که نمیتونیم با ما عروسی بکنیم که <تصفح> یکیش دو تا سه تا یه کارهای عجیب غریب تو ایران میشه خداییش الان دولت مردای ایران هم همه سنگینی میزنن که بله آقای خامنه ای دقیقه به دقیقه رو تریبون میره میگه بله ما قدرت ما اینقدر زیاده که شیطان بزرگ اینا همه دارن جنگ افروزی میکنن این لوبلان که مردم شلوغ کردن اومدن گفتن دولت مثلا عوض بشه تو عراق شلوغ کردن میگه آقا دولت عوض بشه یا جای دیگه میان شلوغ میکنه میگه اینا این آمریکایی ها و اسرائیلی ها این و قدرت های بزرگن که اونجا شیطونی دارن میکنن بعدان تو شیطانی نمیگونی رفتی تو سوریه تو یمن داری میری یمن به هم زدی سوریه رو به هم زدی تو عراق داری آدمات داره مردم میکشه تو بس شیطان نیستی چند میلیون آدم آواره کردی توی سوریه توی یمن که همه فرار کردن بیان تو اروپا اروپایی الان را رو بستن سابق چرا پناهندگی خیلی راحت بود میومدی 20 20 سال پیش راحت میومدی پناهندگی میشدی ولی الان دیگه اینقدر خراب باشم همین آقایون تو دانمارک تظاهرات میکنن همین آقایون اسلامی میگن که آقا ما قانون اسلام میخوایم در دانمارک پیاده شه همین آقایونی که میخوام فرار بکنن بیان تو در کشور تو آقا از حکومت اسلامی بدت میاد از قانون شریعت اسلام بدن میاد چون حاکم بر زندگی توه بعد میای تو یک کشور آزاد سوسیال دموکرات یه تو کشوری که آزادیه دموکراسیه تو میتونی بیان تو حرف تو بزنی بدون کسی جلوت نمیگیره حتی بیای فوش بدی به رئیس جمهوریش که جلوت نمیگیره مثل ایران نیست خامنه ای رو یه چرت بگی یه دونه حرف بزنی بر علی خامنه ای اعدامت واجبه چون اینا همه ببین من نمیدونم این ملت ها چه میخوام واقعا اگه منی که از قانون اسلامی ایران فرار کردم و بدم اومد حق ندارم بیام توی کشوری که دموکراسی از همه چیزو برام گذاشته بعدم اونجا تظاهرات بگم بگم آقا ما قانون اسلام میخوایم در دانمارک پیاده شه یا در انگلیس تظاهرات میکنن همین مسلمونا در خیابون داشتن میرفتن خب آبجو فروشی همه چی از داشتن آبجو میخوردن زدن تمام و آبجو فروشی رو شکوندن مردم زدن افکارهای پوسیده <تصفح> البته این هم بگم آه. کشورهای بزرگ به قول خودشون اومدن با این همین افراتیون اسلامی اول که کمونیست میخواستن بیان افغانستان بیان توی خاور میانه مداخله بکنن همین آقایین رو به عنوان مجاهدین آوردن اونجا که جلو کمونیست ها وایسن همین ها براشون شاخ شدن شدن, شدن القاعده شدن دایش شدن بکوهرام شدن نمیدونم طالبان شدن هزار تا تروریستی به وجود اومد همینا براشون شاق شدن که 911 توی امریکا اومدن با هوام ما زدن کلی بعدا ایران از اینجا سو استفاده کرد ایران این همین آدم هایی که القایده و اینا بود اینا رو می توی ایران تعلیم میداد هزار تا فیلم هست نه بگه الکی تو هوا داریم حرف ایم نه هزارون فیلم اینا توی سایدهای مجازی هست که اینا دارن تعلیم میدن سپاه پاسداران در همین رو تعلیم میدن ایران از اینجا استفاده میکنه اینا رو میفریزه که تمام خاور میانه رو شلوغ بکنن توی یمن دخالت دارن توی سوریه دخالت دارن توی فلسطین دخالت دارن توی عراق دخالت دارن توی آفریقا دخالت دارن با بوکو حرام اینا همه جا دخالت دارن پول خرج میکنن که فقط شلوغ بکنن همه جا این از کجا میاد از مرکز اون دینی که اینا قبول دارن البته اینا خدا و پیغمبر قبول ندارن اصلا اینا هیچ قبول ندارن علیکی خود دم از خدا و پیغمبر و این چیزا میزنن اینا همه قدرت طلب و همه آدمای پول پرست همین تازگی هفته پیش هم سی میلیارد دلار پول گم شد سی میلیارد دلار مردم یادتون نرفته که شیشت تا فریزر خابیده پول نقد توی دوبه گرفتن پالسال یادتون نرفته که یجده تون تلا با 20 میلیارد دلار پول توی تریلی زده بودن از ترکیه میخواستن ببرن اون طرف که ترکیه گرفت بعد آقای اردوغان هم گفت که اینا الله برای ما رسوند پول شما ملت هر روزه به یک صورت داره میره بیرون اقتصاد خراب شده وضع شما خراب داره میشه روز به روز بدتر میشه چون الان اعلام کردن اوپک هم اعلام کردن جانی اعلام کردن که دیگه عضو اوپک هست ولی من نمیدونم بازار خودش همه از دست داد جمهوری اسلامی از دست نفت فروشی فروش نفت بازار خودش از دست داد تا دوباره تو ریکاوری بشی بیای دوباره خودتو به اینا وصل بکنی دوباره نفستو تو خیلی فرق میکنه اصلا یک داستان دیگه داره تا دوباره بخوای اینی میدونی چیه شما یک مغازه ورشکست شده میخواین دوباره استارت بزنی اینی بیاری بالا یا مثلا مردم اومدن تو مغازت مثلا میگم رستوران مثلا باشه یه چیزهایی دیدن رستوران غذاش مثلا خرابه چیزهای مثلا کثیف فلان اینو چیکار کردن اینو دیدن دیگه نمیان تا تو باره مردم تو بیاری یا اون ساین عوض بشه از ای بشه به سی دوباره شما اینو بیاریم مردمو خیلی طول میکشه ایران هم این همین جوریه تمام اون مشتریاش از دست داد یک لیتر نفت نمیتونه بفروشه الان هر روزم با این باز اقتصاد خراب هر روزم اینا دارن پول میدوزن هر روز سی میلیارد پول دزدیده شده میگه بعد میگن آقا چی شده بالا میگه آقا در زمان احمد نجاد هم هشتاد میلیارد دلار اون 800 میلیارد دلار دفته بود چی ربطی داره <applause> چون اون دولت دوز بود منم بایدی بدوزم یعنی <applause> هر دولتی بیاد باید بدوزده این اون خاوری سه میلیارد دلار پول دزدید و رفت توی کانادا مردم هم بایش الان رفیق اینجوری رفیق شدن آخه ملت پول شما رو دزدیده آورده اونجا داره بساز بفروشی میکنه شما بایش رفیق هم میشین ما هر کاری میکنیم خودمون مقصریم ما ملت مقصریم یک آدم اینقدر تعریفشی میکنیم هندوونه زیر بغلش میذاریم اینقدر اینو باد میکنیم تا این آدم دیگه حق و حقوق خودش نشناسه بعدا میاد بر علیه همه ملت هم میزنه عین توی یک کار توی یک دونه باور بکنی این همه اینا ببین تجربه است اینی که توی یه جا کار میکنی بعدا اون صاحب اون کار رو مثلا توی یک شغلی داری تو اون شغلت باید کار کنی یه ذره اضافه کار میکنی یه ذره براش کمک میکنی یعنی تو اونو داری یه کاری میکنی که اونو باد بکنه دفعه دیگه بیشتر از اون چیز از تو انتظار داشته باشه اگه تو اون کار نکردی بعدا ناراحت هم میشه بهت بر میگرده چرتی پتم هم میگه اینا همه مسائل روز زندگی ماهاست، ما اگه نجنبیم روز به روز زندگی ما خراب میشه ما اگه نجنبیم روز به روز بدبخت و بیچاره و بی آبرو میشیم در تمام دنیا که همینجوری هم شد واقعا چرا ما باید توی کشوری الان که زندگی میکنیم این همه پول و سرمایه داره هر روز اینا 20 میلیون ده میلیون دلار میدوزن میبرن از ایران دختر بچه های ما 16 ساله 18 ساله دخترای ما رو برای دارن ببرن توی کشورهای مالزی و تو کشورهای عربی خود فروشی بکنن کشوری که این همه سرمایه داره اینا همه درد درد یک ملت باید باشه اینا همه درد که توی قلب آدم میمونه کشوری که مثلا شما یک انسان میره بهترین سواد داره از نظر ریاضی هوش داره بخونه میره میخونه توی دانشگاه های ایران که مثلا به درجات عالی برسه به دکترا یا فوق دکتری بخونه یا تخصص دکتری بخونه بعدا میرن این سمیه بنیاد شهید آدمای بی سواد میارن اونجا اینا رو میدن زور زورکی به اینا نمره میدن میان می اینا رو دکتر میکنن بعد اینا وقتی میان هیچ چی بلد از دکتری بلد نیستن آدم میکشن آمپول زدن بلد نیستن نمیدونم داروی چرت پرت میدن مردم میمیرن کی اینا رو باید مسئول باشه کی اصلا جوابگوی اینا هست هیچ کس فرزندان ایران همه برن خودفروشی بکنن فرزندان ایران تحصیلات عالی بکنن بیکار باشن آدم های بهایی اونجا آقا دین آدم چی کار داری؟ انسانیت کار داشته باش چهار تا آدم بهایی اونجا غبرشی میشکنن داغونشو میکنن یک آدم بهایی الان توی ایران توی امریکا یه چیزی رو اسمش یادم رفت یه چیزی درست کرد که اصلا واقعا یادم رفت اسمش یادم رفت این بچه اینقدر باموش بود اومد اینجا یه چیزی اختراع کرد آقا این نه این بچه ها همه باید, باید تو ایران باشن به دینه چیکار داری باییه نمیدونم کمونیسته نمیدونم مسیحه نمیدونم بیدینه نمیدونم مسلمونه هرچی باشه اینا همه تو ایران باید باشن ایران بلند بکنن چون اینقدر اینا آدمای بی سواد میخوان خودشون بی سوادن آدمای بی میخوان چون نتونن حرف بزنن آدم های بی سواد دیگه هر چی میتونه اینا دزدی بکنن پسره بدبغ برادرش در آواز در یک دوی از شهرهای خوزستان مرد فیلم گرفت از فیسبوک فرستا گفت ببینیم برادرم مرده من عوضی که برم به خونه خودم به خانوادم تسلی و بخشم اینجا دارم نگهبانی میدم که این مرده برادر من ندوزدن آخه آدم به کی بگه آخه این چیزا خدا مرده دزدی هم اینجا دیگه شده من مرده رو بر میدارم. چی میکنن کجا میبرن این مرده رو آدم از درد کجا بگه هزارون جون درد است توی این سایدهای مجازی میبینیم مردم گرستن توی آشخالا دارن غذا پیدا میکنن آقا مردم شما یعنی لیاقتون اینه که هم با شعورتون بازی بکنن هم شما رو بیابرو بکنن هم شما رو روز به روز بدبخت و بیچاره بکنن که یک سر کار باشه چهل سال که داره به همه ظلم میکنه چجوری نمیتونیم مثل لبلان همه اومدن بیرون مثل عراق همه اومدن بیرون چجوری ما نمیتونیم چهل میلیون آدم بیافتیم بیرون اینا رو بیندازیم برن ما همینجوری هستیم روز به روز مثل یخ داریم آم میشیم تو زندگی روز به روز بدبختر و بیچارتر ضعیفتر میشیم وقتی هی hey, میمونیم ضعیفتر میشیم الان که قدرت داریم باید بیفتیم بیرون اینا رو بیندازیم بیرون یک قدم تا پیروزی یک قدم تا پیروزی چه میلیون آدم پنجاه میلیون سی میلیون آدم بیست میلیون آدم ده میلیون آدم هر کسی <coughs> وقتی آزادی میخواد وقتی میبینه دولتی سر کار چهل سال هم زور داره میگه هم پولشونی میخوره هم آبروشونو در دنیا میبره همه چی رو داره از بین میبره آدم میوفته بیرون یه دفعه آقا من روزی صد بار دارم میمیرم مرگ یک بار شیون یک باره من هم دارم اینجا مبارزی میکنم برای تو من هم اینجا دارم کار میکنم زج میکشم صبح تا باید کار بکنم زندگی رو پیش ببرم اینجا دیگه دولت نمیاد من اذیت بکنه که من دارم کار میکنم آزاد یا کار تو بکن پول تو در بیار نه دولت میاد بگه آقا تو چرا نمیدونم چپ میری چرا راست میری چرا این حرف میزنی نه همه جای دولت ها اینجوریه ما که بالاتر از همه اینا بودیم چرا الان پایینتر اومدیم اگه یاسر جان من آماده است یه سرود بشنویم برگردیم به شما بهده به دادم و کنارم هستی و همراه همین تا به ابر نور تو من اشک فهمیدم به تو محتاجم

دلتون شاد باشه و با واقعا ما رو میبینین از کلام خداوند استفاده ببرین امروز درس ما از رومیان هفت از آیه هفت براتون میخونم هفت میدونین عدد خیلی خوبیه از آیه هفتم براتون میخونم میگه شریعت به گناه به امید خدا تا هر جا برسیم براتون میخونم اینو میگه پس آیا منظور این است که شریعت بد است اینه پولس رسول داره میگه میگه هرگز چون شریعت معمولا گناه های ما رو به ما نشون میده شریعت خطاهای ما رو به ما نشون میده یا شریعت در کل بد نیست عیسی مسیح و ما شریعت و گذاشت کنار که ما راحتر بتونیم به عیسی مسیح برسیم شریعت گذاشت کنار که ما اینقدر دیگه بکن نکن با این پا برو توی مستراب نمیدونم با وقت معینش نماز بخون با وقت نمیدونم برو مرد پرستی بکن دیگه اینا رو بیزاریم کنار چون شریعت فقط گناهای ما رو خطاهای ما رو به ما نشون میده میگه شریعت بد نیست اما همین شریعت بود که بدی و گناهان مرا به من نشان داد همینی که الان گفتم واقعا شریعت مثلا شما یعنی قانون رانندگی یا قانون دیگر میمونه که شما وقتی ست تا قانون دارین 98 تاش میرین دو تاشه وقتی اجرا نمیکنین یعنی تمام قانون زیر پا گذاشتین به هر حال جریمه میشین میگه به عنوان مثال اگر در احکام و شریعت گفته نشده بود که نباید در قلب خود خواهش های ناپاک داشته باشید من هیچگاه به وجود چنین خواهش در خود پی نمی بردم. مثلا اگر نمی گفت که زنا بده قتل بده نمیدونم پدر مادر ناراحت بکنین بده یا نمیدونم دل کسی رو در بیاری بده اگه شریعت اینا رو به من نمیگفت من نمیدونستم که این چیزها بده میرفتم برای خودم زنا می کردم دل می می دل می هر کسی دلم میخواست میکشتم هر دلم میخواست هر کاری دلم میخواست میکردم شریعت اینا رو به من نشون میده پس شریعت علیه خواهش ناپسند من بود هر چیزی که ناپسند بود در من به خواهش یا یه هایی که ناپسند بود در من شریعت اونو به من گوشزد میکرد شریعت کارش که گوشزد بکنه بهت که آقا تو زنا داری میکنی کار بدی میکنی خودتو خراب میکنی مثلا میبینی که یک پسر مثلا زنگ میزنه میگه که آقا من میخوام مسیحی بشم ولی با یه زن شوهردار رابطه دارم اولش که همین حالا تو زنا هستی با یه زن شوهر با یه زن شوهردار رفیقی این خودش زناکاری زناست هم اون زنو به بیرایی کشیدی هم خودت به بیرایی داری میری این زناکاری ها رو شریعت اینا رو میگه زنا نکنین اینا رو هم نشون میده ولی کلا شما اگه مسیح هم بشین میتونین مسیح بشین ولی این کار باید بذارین کنار چون میشه زنا به گناه میشه <تصفح> پس شریعت علیه خواهش های ناپسند من بود گناه نیز با استفاده از همین امر نادرستی را این قبیل خواهش و امیال را به یاد من می آورد و آنها را در من بیدار می میگه وقتی من یک کار خطایی میکردم شریعت من بیدار میکرد منو مثلا یک تلنگور به من میزد که آقا این کار داری میکنی بده این کار نکن شریعت میاد اون بد و خوبی رو بهت نشون بده گناه تو رو خطاهای تو رو خواهش های ناپسند تو رو بهت گوشت بکنه شریعت عیسی مسیح اومد گفت که من نیومدم شریعت و یا کتاب تورات باطل بکنم بلکه آمدم آن را تکمیلش کنم که مثلا شما سخته یه تپه ای برای شما میذارم با کامیون باید بری جلو سخت نمیتونی چیکار میکنه یه ذره اون جاده رو هموارتر میکنه که تو راحتتر با این ماشین بری در واقع انسان فقط زمانی گناه نمی کند که هیچ شریعت و حکمی وجود نداشته باشد اگه شریعت وجود نداشته باشه خب گناه راحت دیگه گناه کردن چیزی کسی نیست به من بگه آقا این کار داری تو میکنی گناه است که به همین دلیل من تا زمانی که از احکام شریعت آگاهی نداشتم از زندگی آسوده برخوردار بودم چرا؟ برای اینکه وقتی تو شریعت به نمیگی این کار زنا بده خش به مردم بده من نمیدونم دعوا گرفتم بده کارهای خلاف کردم بده وقتی شریعت اینا را نگه من تا اون موقع که اون قانون اینجا وجود این همین قانونهایی که همش رانندگی میذارم که بهتر متوجه بشین چون اگه قانونی در رانندگی نداشته باشه من هر جوری که دلم میخواد رانندگی میکنم هر جوری که دلم میخواد میرم وقتی قانون وقتی میاد به من گوشت میکنه که آقا اینجا استاب ساینه تو موظفی که تو این ساین وایسی قانون اجرا بکن شریعت هم زمونه میگه آقا که مثلا تو این کار داری میکنی این خطاست نباید این کار انجام بدی اما وقتی از این احکام آگاهی یافتم متوجه شدم که آنها را زیر پا گذاشتم مثلا دارم همینجوری برای خودم راندی میکنم وقتی میبینم مثلا آقا نه آقا اینجا استابساین ساین بود چون یه نفر به من استاب ساین گذاشت و من نشون داد دیگه آقا اینجا استابساین ساین بود اینجا چرا قرمز اینجا میگه فقط تو این لاین باید سمت راست بری نمیتونی سمت چپ بری وقتی اینا رو به من نشون داد تازه آگاه شدم که نه روی مقررات باید راندگی بکنم روی قانون باید را برم شریعت هم اینی همینه آقا که زنا کردن بده غطر کردن بده پول مردمو خوردن بده دل مردم در آوردن بده کارای ناشایست در زندگی کردن بده اینه که استابسانه های بازم نشون میده که شریعت که تو آگاهی پیدا بکنی به همین علت گناهکار به محکوم به مرگ هستم وقتی میگه ح... خ... شریعت چیزهایی که من میگه من همه این کارا رو کردم وقتی این خلاف ها رو کردم زناکاری کردم خطاکاری کردم دزدی کردم دل مردم در آوردم وقتی همه اینا رو کار کردم به من نشون میده این احکام ها به من نشون میدن که من گناهکارم محکومم به گناهکار اینی که وقتی استاب ساین وانستم چرا قرمز وانستم تون لاینی که میخوام برم وانستم جریمه میشم وقتی جریمه شدم این احکام به من میگه آقا تو داری اشتباه میکنی اشتباه را میری همان احکام نیکو که انتظار میرفت رای زندگی را به من نشان دهد میگه همون احکام نیکو که انتظار میرفت رای زندگی را به من نشان داد سبب محکومیت به مرگ من شده است چون کارایی که کردم به من نشون داده که آقا تو محکوم به مرگی محکوم به نمیدونم یه چیزی دیگه بالاخره همه چیزی به من نشون داد تو محکومی به هر حال جریمه باید بشی یا مثلا قتل کردن به من نشون داد که آقا تو قتل کردی تو هم محکوم به اعدامی تو باید بمیری میگه همین احکام باعث مرگ و محکومیت من شده <تصفح> اینی که ما الان میریم مثلا میریم مرد پرستی میکنیم میریم بت پرستی میکنیم میریم نمیدونم غمه به سر میزنیم سرکله ما رو چاک میکنیم نمیدونم سر ما رو میشکنیم زنجیر میزنیم تن ما رو پاره میکنیم اینا چیزی رو جلو نمیره شریعتی است که داره بید نشون به نشون میده و تو محکوم میکنه که این کارا بجز محکومیه چیز دیگه نیست گناه مرا فریب داد و با استفاده از احکام پاک الهی مرا محکوم به مرگ کرد خب اینا همه حکم موسی بود و حکمی بود که خدا داده بود در شریعت و اینا باعث شدن که هم از نظر زمینی محکوم بشم هم از نظر الهی محکوم بشم از نظر خدا محکوم بشم از هر دو طرف محکوم بودم باید جریمه میدادم یه جوری شریعت اینقدر دست پاگیره اگه شما شریعتو و قاین قانون میمونی هیچ فرقی نمیکنه شما دو تا از دو تا از قانون تخطی بکنین محکوم به جریمه هستین، محکوم به زندان هستین این هم همینی میگه میگه من محکومم بایزی هم از طرف خدا محکومم هم از طرف زمینی محکومم هر دو طرف محکوم شناخته میشم گناه <_ enough> مرا فریب داد و با استفاده از احکام پاک الهی مرا محکوم به مرگ کرد اما با وجود این مسائل هیچ شکی نیست که شریعت به خودی خود کاملا خوب و درست و منصفانه است وقتی شریعت بهت میگی که آقا زنا نکن محکوم میشی هم از اینجا محکوم میشی هم از طرف خدا محکوم میشی وقتی میگه شریعت بهت میگه قتل نکن قانون دیگه میگه قتل نکن هم اینجا محکوم میشی هم از طرف خدا محکوم میشی همه تر محکوم میشی وقتی کار خطا میکنی شریعت منصفانه داره بهت میگه اینا شریعت چیز بدی نیست شریعت منصفانه همه چی رو بهت داره میگه که آقا تو مثلا این کار بکنی محکومی نه اون شریعتی که در قرآن اومده که آقا تو اگه یه جایی رسیدی میبینی به چی نیست مثلا دروغ مسلحتی بگو نه اون شریعت نیست اون شریعت نیست. شریعت موسی است که شریعت الهی بود اون شریعت مندراوردی آد انسان که در قرآن نوشته که آقا تو اگه مثلا یه جا رسیدی دیدی به نیست درو بگو از یه مثلا دیدی آقا از یه دختری تو زن داری اگه دیدی از یه زنی از دختری خوش اومد برو قانونی سیغش کن فحشا اینو شریعت موسی اینو میگفت زناکاری نمیگفت سیغه شما میتونید این دو تا سه تا زن رسمی بگیرین نه سیغه بکنی سیغه ما نداریم از این سیغه یعنی فحشا فحشای رسمی همین <applause> شریعت که ملت ما همین که الان اول گفتم یه دونه مثال زدم پسره علی مجرده با یه زن شوهردار رفیقه خب اون زن در زناست این پسره از نظر شریعت میگه خب من مجردم هر کسافت گیری بکنم چیزی ندارم که از نظر قانون اسلامم حلاله ولی اون دختره زنا میکنه به این پسرم با زن شوهردار داره رابطه داره در زناست دختر پسرم که با هم م... با هم میخوابن بدون ازدواج اونم زناست ولی الان دیگه اینجا موت شده همه جا موت شده دیگه میگه ما میخوایم همدیگه رو بشناسیم شش ماه یک سال با هم بمونیم همدیگه رو بشناسیم خواه شناختن فقط تو خوابیدن نیست که تو از نظر رفتار اخلاق کردار میری میای یه سال با هم میمونین خودتون نگه دارین گناه نکنین حداقل دقل میتونی خودتون نگه داری اخلاق هم دیگه خوش اومد بعد ازدواج بکنیم با هم هم خواب بشین وظیفه هر زن شواری که همدیگر ارضا ارزا بکنن اصلا قانون الهیه که دوتا زن میشن یکی وظیفه زناشویی خودشون انجام بدن زن به مرد مرد به زن که مرد و زن وقتی زناشوری انجام ندن به زنا کشیده نشن اینو میگن میگه اما چگونه چنین چیزی ممکن است اگر شریعت موجب معکومیت و حلاکت من شد چگونه میتوانم خوب باشد چجوری نمیتونه خوب باشه البته خودش توضیح میده دوباره شریعت اینه که قانونی که قانون به میگه آقا سرعت اینجا 40 کیلومتره تو نباید هشتاد کیلومتر بری منصفانه است دیگه داره منصفانه به خاطر خطر جانی برای کسی دیگه داره خطر جانی و گرفتاری برای من داره و محکومیت میاره برای من اینه داره براتون میگه میگه اما چگونه چنین چیزی ممکن است اگر شریعت موجب و محکومیت و علاقت من می شود چون که خوب باشد میگه چجوری میتونی این شریعت خوب باشه اگر من محکوم میکنه شریعت داره بهت میگی که آقا اینجا مثلا تو فریبه میتونی 65 مایل بری شما حق ندارین قانونی 90 مایل 100 مایل برین این شریعت بهت متذکر میشه که آقا تو 65 تا دا داری میری یا شریعت بهت میگه آقا قتل نباید بکنی دزدی نباید بکنی مال مردم مال مردمه بی انصافی نکن جنس هم که داری میفرشی مثلا زیر سنگ خالی نکن یک کیلویی نکن دو بیس گرم برداری خیافه یک کیلویی داری نشون میدی ولی از وسط خالیه داری میدی این دزدی کردن از مردمه واقعیت این است که شریعت نیکوست وقتی شریعت با آدم میگه قانون موسی نیکو بود برای اینکه چیزای بده به من گوشزد میکرد که آقا تو این کار نکن اون کار نکن اون کار بده اون کار خوبه با من گوشزد میکرد دیگه چیز بدی نمیگفت قانون چیز خوبیه حالا ایران قانون نداره که هرج مرجه اگه قانونی وجود داشت که اینقدر هرج مرج نبود تو ایران که ملت ما اینقدر اسیر نبودن حالا ملت ما باید در ناز نعمت زندگی بکنن <تصفح> واقعا باید ملت ایران در ناز نعمت زندگی بکنن چون هم پول دارن هم نفت داره هم مادن داره هم کشور زیبا داره که خیلی ها میتونن بیان ویزیت بکنن پولش از همه نفت و از همه مادن هم بیشتر میشه میلیاردها دلار میتونه در سال پول در بیاره ایران اگه این قانون متعجر این فسیلا اگه نبود مردم راحت میتونستن برن بیان پول در بیارن ولی این قانون اصل حجری از اونجا 1400 سال پیش قانون میخواد دیگه آقا اگه قانون 1400 سال شما چرا ماشین های و گلوله میشینین چرا هواپیمای فلان میشینین میریم میای خب بریم اما اسب و اولاغتونو بشینین دیگه اما این گناه بود که از وسیله نیکو سو استفاده کرد تا باعث محکومیت من گردد گناه میگه این گناه بود که از اون وسیله استفاده کرد که تا من محکوم بکنه گناه همش محکومیه همش تقطی از قانون کرده محکومی گناهکاری پس ملاحظه میکنید که گناه چقدر فریبنده و مرگبار و سزاوار لعنت است اینی که مثلا همین یه دختر میبینی زیباست زنم داری میگه ای بلش کو الان میریم سیغه میکنیم دیگه دو ساعت سیغه می‌کنیم پولش هم میدیم این میشه زناکاری یا با زن شوهردار بخوای زنا بکنی میشه زنا این نمیشه بگه توی یه جوونی بری هر کاری هر مادر میخوام هر چی دلت میخواد بگونی سزاوار لعنت است که برای رسیدن به هدف خود یعنی نابودی من از احکام شریعت خوب خدا سوء استفاده میکند اینی که الان اینا دیگه میگه آقا تو یه جا رسیدی به نفع نیست دروغ بگو تقیه بکن یا مثلا میری با یه زن خوشت اومد سیغه بکن آقا دو سال سیغه بکن برو پولشی بده برو کارت ببین این نیست دیگه این واقعا نیست سو کردنه پس شریعت خوب است اشکالی در آن وجود ندارد اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شدم هر چیزی که خلافه دوست دارم که همونه انجام بدم بنابراین من اختیار عمل خود را ندارم زیرا هرچی میکوشم کار درست انجام بدم نمیتوانم بلکه کاری انجام میدم که از آن متنفرم <تصفح> مثلا یه نفر آدم میبینی واقعا میره با یه زن شوهردار متنفره میدونه که این خطاست دوست داره که این کار نکنه ولی گناه زودتر اونی میکشه به اون طرف شیطان زودتر اینی میکشه به اون طرف که گناه بیشتر بکنه خودش دوست نداره میدونه که داره خطا انجام میده کسی که پول کسی رو میدوزه میدونه داره دزدی میکنه دلش نمیخواد ولی دزدی میکنه اون گناه است که اینو میکشونه به اون طرف که این خلاف برسه شیطان کارش همینه که ما رو به خطا و ما رو به گناه و ما رو به هزار بدبختی و بیچارگی بیندازه کار شیطان در این زمین اینه برای اینکه ما خودمون از آدم دو دستی سرغفلی زمین رو دادیم دو دست شیطان که هر چی کار دلش بخواد بکنه من به خوبی میدانم که آنچه میکنم اشتباه است و وجدان ناراحت من نیز نشان میدهد که خوب بودن شریعت را تصدیق میکنم اما کاری از دستم بر نمی آید زیرا کننده این کارا من نیستم این گناه درون من است هر انسانی شما بچه دو ساله یه سال نیمی رو میبینی بهش میگی که آقا مثلا تو اینو ورداشتی پشتش قایم میکنی میگی نه اصلا در ذات انسان دروگوی و گناه هست اینم هم همینه داره میگه میگی زیرا کننده این کار من نیستم این گناه درون من هست ذات انسانیه که مرا وادار می مرتکب این اعمال زشت کردم زیرا او از من قوی تر است حوث دیدی مثلا یه دختر زیبا رو می این گناه است که داره من میکشه شیطان داره منو گول میزنه آن روبای اون بیشتر میکشه اون موقعی که اگه خودم نگه داشتم اون موقع میتونم بگم خودم و خودم رو کنترل میکنم اینه داره پولوس میگه میگه دلم نمیخواد ولی گناه من میکشه به اون طرف به با باعث این گناه میشه مثلا پول زیادی میبینم میبینم میگم بابا الان یه میلیون صد هزار تومان هم من بردارم مثلا این نیست که جای گم نمیشه اینه که گناه من میکشه اونور بر که من به گناه بفروشه به گناه میگه اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است در شریعت خودمون گناهکار میبینیم خودمونو فاسد میبینیم چون اختیار از ما نداریم چون ذات انسانی گناهکار و دروغگوه و گناه ما رو میکشونه به اون طرف اینه داره میگه فقط قشنگ توجه بکنید چی داره میگه بعدم باعثی به جایی برسه که شما آزاد بشین هرچی تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وا دارم مثلا میبینم اینجا پایین میلیون پول ریخته الان این زور گناه و دیگه حوض من باعث میگونه که من یه میلیون و یا صد هزار دلار بدزدم بدوزدم اینه داره میگه میگه این اعمال به انجام اعمال نیکو وا دارم و میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم چون گناه در زندگی انسان ها رخ نکرده گناه در ذات انسانی مونده از آدم و چون آدم گناه کرده <تصفح> میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندم اما بی اختیار گناه میکنم سعی میکنم اونجا که به نفع مه دروغ نگم ولی چون به نفهمه دروغه رو میگم میگم تقیه میکنم میگم دروغه یا اون دختره دیدم سیغه میکنم میگم قانونیه این میشه اینم هم همینه داره میگه باید میگه اما آقا سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندم اما بی اختیار گناه میکنم آقا چجوری ما اینجا بگم آقا بله این کار درسته به نفهم بعدا اون موقع بشه یه دروغ مزلاتی میگم رد بشم از اونجا دیگه نه این میگه دروغ همون گناهیه که تو رو میکشنه به عراف ما باعث یاد بگیریم شریعت فقط نشان دهنده غیر قانونی بودن زندگیم و فساد با من نشون میده گناه رو با من نشون میده کار خطا رو با من نشون میده پس اگر کاری را انجام میدم که نمیخواهم واضح است که اشکال در کجاست گناه هنوز در چنگال خود مرا اسیر کرده گناه من اسیر خودش کرده نمیتونم از اون دختره بگذارم نمیتونم از این پول بگذارم نمیتونم از اون دروغ مسلحت آمیز بگذرم به نظر میرسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه میخواهیم کار نیک انجام دهیم بی اختیار کار بد از ما سر میزند میخوام دروغ نگم ولی چون به نفهم نیست اوتوماتیکلی دروغ میگم اینه داری میگه بنده خدا به نظر که در زندگی این یک واقعیت هست. واقعیت هم هست دیگه همه ما داریم تجربه میشیم داریم. که هر میخوام کار نیک انجام دهم ده بی اختیار کار بد از من سر میزند البته طبیعت تازه مایل است خاص خدا را انجام داد طبیعت تازه چیه؟ اون موقعی که به ایسای مسیح به خون ایسای مسیح ایمام میارم اون موقع عوض میشم دیگه برای مسلحت خودم دروغ نمیگم برای مسلحت حوض خودم با یه دختر نمیخوابم بگم سیغه کردم این طبیعت تازه است وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری دیگه عوض میشی 180 درجه اون آدم دیگه نیستی شریعت اگه داشته باشی شریعت فقط تو رو نشون میده تو محکومی گناهکاری و کار خطا داره انجام میدی اما چیزی در عمق وجودم در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال می باشد مثلا یه گناه داریم می کنیم با فکر داریم جدال می کنیم با اون هی میگیم میگم شابور این کار بده نکن این کارو ولی اون نفسانی اون جسم من اون بدن من خود من میکشه به اون گناه نمیذاره که من گناه را انجام ندم همیشه در جنگم و در این مبارزه پیروز می شود و مرا برده گناه می کند می سازد. گناهی که هنوز در درون من وجود دارد در فکرم اراده می کنم که خدمتگزار از جان گذاشته خدا باشم اما می بینم که هنوز اسیر و گناه هستم مثل این آخونده مثل این دولتمنده ایران به قول خودشون میخوان مثلا برای مردم خدمت میکنن ولی اینقدر تو دزدی و تو زنا و توی گیری غرق شدن که اصلا اینه داره میگه میگه در فکر اراده میکنم که خدمت از جان گذشته باشم از جان گذشته خدا باشم اما میبینم که هنوز اسیر و گناه هستم پس میبینید که من در چی حالی هستم طبیعت جدید من من به من ام می کند که اعمالم پاک و خوب باشد اما آن طبیعت کنه هنوز در من است به سوی گناه کشیده می شود وای که در چی تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم همیشه دارم مبارزی می کنم با خودم چه کسی می تواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند خدا را شکر این کار را خداوندم عیسی مسیح انجام داد چون نوشته وقت تمام شد فقط همون تون دارم می کنم. چون به اینجا میخواستم تموم بکنم بعد دفعه دیگه زندگی پاک به وسیله روی خدا رو براتون میخونم میگه چی شد خدا رو شک این کار را خداوند عیسی مسیح انجام داد با رفتن روی صلیب و ریختن خون خودش گناهای من پاک کرد من امروز میتونم بگم ای عیسی مسیح من گناهکارم بیا به قلب من خداوند من باش منجی من باش میدونم که تو رفتی روی صلیب گناهای من با خونت پاک کردی و امروز به تو ایمان میارم و از گناهانم پاک میشم و اعتراف میکنم که من گناهکارم به نام پدر پسر و روح القدس تمام شد این میشه جدید بعد انجیل میخونین بعد میبینین چقدر دیگه با شریعت هیچ کاری ندارین شریعت که گناهتون نشون میداد دیگه کار نداریم بس چه اینجا دیگه بر دوستتون دارم تا هفته دیگر بدرو تا درود دیگر مرسی که برنامه ما رو دیدین